بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، دوستان خوب ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجا که هستید، در هر گوشه ای از جهان پهناور و زیبای خداوند که زندگی میکنید. انشالله همیشه خوب و خوش باشید، انشالله در زیر سایه بزرگترهای فامیل، پدر کلان و مادر کلان زندگی خوب و خوش داشته باشید. امروز عزیزان 27 عقرب 1402 است، روز شنبه، آغاز هفته، هفته بسیار بسیار خوبی را برای شما عزیزان آرزو میکنیم. اما در این روز بسیار زیبای پاییزی، مهمان خانه های پر از لطف و صفا و صمیمیت شما عزیزان هستیم و امیدوار هستیم که انشالله تا نهایت برنامه هم برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی انشالله دنبال بکنید. در روزهای شنبه همطور که شما عزیزان می‌دانید مهمان خوب برنامه ما خانم دکتر رضایی هستند. اجازه بدید یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار زیاد خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام دارم محضر شما و همه بینندگان محترم این برنامه و آرزو دارم که در فصل زیبای خزان آنچه که سرمایی که باعث میشه درخت ها همه برگ‌ها رو بریزند، او سرما در وجود عزیزان ما تبدیل به گرمایی بشود که انشاءالله از این افتادن ها نشانه ای رو بگیرن که میافتن به خاطر اینکه دوباره وارد خاک شون و دوباره خاک رو تقویت کنن و در بهار شکوفا شون. باور رو داشته باشیم که هر افتادنی و هر شکستی در زندگی اگر بخواهیم مقدمی خواهد شد برای رشد و پیروزی های آینده. انشالله. بله، بسیار تشکر خانم دکتر عزیز، بسیار زیبا. اما بینندگان عزیز و محترم، برنامه به صورت لایو از طریق فیسبوک، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی هم پخش میشه، میتونید که برنامه را ببینید و همچنان برنامه گذشته را هم ببینید از طریق هم سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق اپلیکیشن ها و اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی و از طریق فضاهای مجازی دیگه مثل یوتیوب و آپارات هم برنامه را ببینید و نظرات خودتان را برای ما بگذارید. ما بسیار بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم و قطعا سعی میکنیم که در برنامه اعمال بکنیم و همچنان در ابتدای برنامه هستیم. اجازه بدین که از کارشناس محترم بخوایم که یک مختصر خلاصه از برنامه گذشته ارائه بکنن تا باز سوال خودمون رو پرسان بکنیم. خانم دکتر عزیز در خدمتتون هستیم. تشکر از شما. خب عزیزانی که قطعا برنامه های گذشته رو دیدن در جریان هستن، برای دسته از بزرگوارانی که ممکن هست از این برنامه ما در خدمتشان باشیم، میرم میگم که موضوع اصلی که ما بحثی که مطرح میکنیم بحث هوش هیجانی است. درست. تعریفی از هوش داشتیم، اصلا هوش چی هست، و بعد گفتیم که هوش انواع و اقسام داره. یکی از مهمترین قسمت ها و به عبارتی اقسام هوش که در تعریف هوش از استفاده میکنیم هوش هیجانی است، و بعد بپرداختیم که خب چه اهمیت و ضرورتی داره و چه دلیلی داره که انقدر اقسام هوش که ما مطرح کردیم، هوش هیجانی چه اهمیتی داره و آیا تأثیری در موفقیت فرد و در زندگی او داره یا نداره، که به این نکته هم اشاره کردیم. و بعد تعریف کردیم هوش هیجانی را که به اصطلاح خیلی ساده میشود گفت که هوش هیجانی عبارتند از آگاهی و درک کردن، دوم تنظیم و کنترل کردن، سوم استفاده بهینه کردن از احساسات خود و دیگران برای رسیدن به نتیجه مطلوب. پس خانم دکتر، میشه که نتیجه گرفت که کسی که هوش هیجانی خوبی داره از سطح بالایی در این زمینه بهره مند است، یک انسانی است که همیشه شاد است، همیشه خوش است، همیشه میتونه که روابط خود کنترل بکنه و نتیجه بگیریم که زندگی خوب خواهد داشت؟ یکی زندگی خوب خواهد داشت طبیعتا همون نکته است که در تعریف آمد، ولی قطعا به این معنا نخواهد بود که کسی که هوش هیجانی بالایی داره همیشه شاده، هیچگاه دچار غم نخواهد شد. به خاطر اینکه ببینید ما انسان ها حالا امروز میپردازیم انشاءالله به بحث هیجان، هیجان ما ترکیب های مختلفی داره و تقریبا نمیشود پیدا کرد یا اساسا با آنچه که در جهان هستی، ما عضوی از کلیت جهان هستیم و در جهان هستی چیزی به عنوان شادی محض، از اون طرف غم محض، خیر محض و شر محض، اینکه همه چیز در همه ابعاد او منفی باشه نداریم. لذا امکان ندارد ما آدمی رو داشته باشیم که همیشه شاد باشه، هیچگاه هیچ غمی رو تجربه نکنه. ولی هوش هیجانی به این معناست که غم رو بشناسیم،
من به عنوان یک انسان اصلا بفهمم احساس غم کی به وجود میاد یا غم چیه. خیلی وقتا متاسفانه دچار اشکال میشه، خیلی‌ها نمیدونن که احساس وجودیانا همین لحظه چه هیجانی رو دارن تجربه میکنن. مگه ممکنه خانم دکتر من کاملا آگاه هستم نسبت به هیجاناتی که در درون وجود دارم، مگه میشه که درک نداشته باشم؟ بله بله، کاملا امکان پذیر است. و اصلا کلا هوش هیجانی کاربردش همینجاست که یعنی اصلا چرا اهمیت داره. ببینید ما هیجانات رو دسته‌بندی میکنیم در طبقه بندی هیجانات. چندین هیجان هست که ممکن است به شدت دچار خلط بشن یا قاطی بشن به اصطلاح عامیانه و اشتباه بشه. ما یک خشم داریم، یک ترس داریم و یک غم. هر سه اینا جزء احساسات اولیه و ابتدایی و زیربنایی وجود ماست. منتها کیفیت مواجهه با اونها کاملا متفاوت است. یعنی خشم دلیلی دارد، غم دلیل دیگری دارد و ترس دلیل دیگری. ترس هرگاه ترس بر اساس احساس ناامنی پدید میاد، خشم بر اساس احساس ظلم که از طرف دیگری دریافت میکنم و غم به خاطر فقدان چیزی که قبلا رو تجربه کردم، چیزی رو داشتم به یک بار از ما گرفته شده. کسی میآید با یک حالتی که مثلا یک فرض بگیرید، ساده مثال بزنم، طفل 5-6 ساله گریه میکنه. سوال، گریه میکنه ترسیده گریه میکنه، گریه میکنه خشمگین گریه میکنه، یا گریه میکنه به خاطر ناراحتی است؟ بسیاری از موارد نوع مواجهه والد پدر و مادر به شدت با این کودک اشتباه است، به خاطر اینکه اول از اون نمیپرسن چی شده، چرا داری گریه میکنی. باز گم ممکن است که اون منبع دلیل گریه کردن رو بگه و باز دوباره مادر نفهمه که الان این احساسی که طفل داره تجربه میکنه خشم، ترس یا غم. چرا؟ چون واکنش و ریاکشنی که من نسبت به غم نشان میدم کاملا باید متفاوت از خشم باشه. خیلی وقتها عصبانیت های ما بزرگسالا هم همین قسم است. ببینید به واژه طرف میگه من خیلی عصبانیم، سعی کن با ما بحث نکنی. ولی عصبانیت او مبنای اساسیش خشم نیست، غمه. یکی رو از دست داده و اصلا نمیتواند این رو تجزیه تحلیل کنه که مثلا به عنوان مثال ما یک مثال داریم، میگیم جهان فانی است، تنها چیزی که باقی است خداست. خب این تجربه ای که این لحظه این فرد داره به عبارتی هیجانی که به شدت تمام وجودی رو گرفته غمه، ولی خود او فکر میکنه چیست؟ خشمه. یعنی خانم دکتر نباید رقم باشه، با یک قسم دیگه باید باشه اساسا. یعنی دقیقاً هوش هیجانی مرحله اولش نیست، خودآگاهی نسبت به هیجانات خودم. باید بشناسم چه هیجانی دارم. اصلا ما باید انواع هیجانات رو بشناسم و بعد دقیقاً تجربه کنم که من همین لحظه طبق او شناخت واکنش نشان بدم نسبت به هیجان. اصلا اول مرحله اول شناخت احساسات خودم است. اول درک و آگاهی، بعد تنظیم و مدیریت، و سوم بهترین استفاده از اونها کردن. من اگر از خشم خودم به صورت درست استفاده کنم نتیجه مثبت میگیرم. اصلا چرا؟ چون قسمتی از وجود ماست. شما نمیتونیم بگیم که آدم خوب آدمی است که هیچگاه خشمگین نشود. او آدمی که هیچگاه خشمگین نشود انسانیتش زیر سواله. اصلا اون انسان نیست. خشم لازمه یه وجود ماست. اصلا خشم در وجود ما هست. اگر اشتباه نکنم منظور شما است که بالاخره یک حس درونی داریم و یک نمود بیرونی وجود داره. در زمینه نمود بیرونیش بعد مدیریت بکنیم. نه، در زمینه قدم اول از این شناختش بشناسیم اصلا اون چیزیه که من الان دارم تجربه میکنم خشم، ترس یا غم. خب که بعد اگر خیلی وقتا ممکن است مخاطب من کسی نباشه، احساس غم شدید مرا ممکنه منجر به افسردگی تبدیل به افسردگی بشه. گاهی وقتا خشمش خیلی شدید ممکنه مرا به حسادت برسانه. گاهی وقتا ممکنه احساس ترس بسیار زیاد باعث کاهش عزت نفسم بشه. خودم نمیدانم اصلا چرا ایده اتفاق برای ما افتاده، از کجا ناشی میشود که مثلا میبینید که یک آدمی در یک هیته به شدت عزت نفس او پایین است. خب بعد از اون میپرسیم که خودمون نمید هی میپرسی خب چرا شما همچین؟ نمیفهم، نمیدانم. خب خوب که بررسی میکنی میبینی ایشون یک ترس غیر آشکار، حتی برای خودش هم آگاهی واضحی نسبت به او ترسش نداشته و او ترس، رگه های او ترس در وجودی هست روز به روز بدون که بداند و آگاه بشه پر رنگ و پر خب راهی وجود داره برای شناسایی. بله. چون فلبداه که نگاه میکنه خب بسیار سخت به نظر میاد. بله. اصلا ببینید دقیقاً به هدفی که داری برنامه دنبال و هستم و من تاکید میکنم که ما تعریفی که از هوش هیجان داشتم سه قسمت داشت. یکی درک و آگاهی، دوم تنظیم و مدیریت، و سوم به اصطلاح بهره‌وری و استفاده کردن. اولین و مهمترین قدم در بحث هوش هیجانی آگاهی پیدا کردن و درک هیجانات است. ما هیجان اصلا چیه؟ احساسات و واکنش هایی که نسبت به مسائل عاطفی داریم. از کجا ناشی میشه؟ دقیقاً از قسمتی از مغز ما تحت عنوان آمیگدال.
آمیگدال چیکار میکنه؟ آمیگدال احساسات رو دریافت میکنه، احساساتی رو که ما از قسمتی از اون احساسات ممکن است مال فیزیولوژی بدن باشه، قسمتی هم از محیط پیرامون، بعد اونها رو معنی میکنه و بعد باز دوباره از طریق همون سیستم عصبی به من میگه که در مقابل این چیکار کن. یعنی ممکنه که یه مشکل در سیستم عصبی وجود داشته باشه برای ما. نیاز یادتون هست ما بس هوش هیجانی رو که مطرح کردم، گفتم هوش هیجانی چیست؟ مهارت. برخلاف آی کیو که توانایی سرشتی و ذاتی است و بیشتر یاد گرفتنی است. 95% حالا کمتر یا بیشتر او دقیقاً برمیگرده به سرشت آدم‌ها، مهارت یاد گرفتنی است. چرا؟ چون مغز ما تعبیه شده برای یک سری رفتارهای خاص، منتها معنی که به تک تک واژه‌ها و مفاهیم میدیم دسته خودمان است. درسته. پس میشه نتیجه گرفت که از گفته‌های شما که هوش هیجانی برمیگرده به اینکه ما درک درست از احساسات خود داشته باشیم و باز او احساسات به نحو درست رو مدیریت کنیم مدیریت و چطور از مدیریت اونها بهترین استفاده را ببریم. درسته. تشکر. یک میون برامر ببینیم خانم دکتر. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید همین الان هم میتونید که از طریق شماره تماسی که زیرنویس شده از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید و حتماً ذکر کنید. مرتبط با برنامه روشناس و کارشناس محترم خانم دکتر رضایی، بسیار بسیار مرا خوشحال میکنید که نظرات خود و سوالات خودتان را برای ما میفرستید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم. شما عزیزان همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی. خانم دکتر، شما در مورد هیجان صحبت کردید. بله. آیا هیجان اقسامی داره؟ بله. البته من در قسمت اول برنامه هم بخشی از اونها اشاره کردم. ببینید، این نکته جالبی است که حالا برای اساس یک تقسیم بندی اولیه، ما هیجانات اولیه و هیجانات ثانویه داریم، یا هیجانات پایه و هیجانات به اصطلاح ردی دوم داریم. در هیجانات پایه اختلاف نظری وجود داره بین اینکه اینا 5 تا است، 7 تا است یا 8 تا، و بعد باز یک تقسیم بندی هایی داریم 30 و چند تا، 70 و چند تا، تعدادشون یک تکثیر میشه، گسترش پیدا میکنه و این به یک معنی نشان دهنده است که انسان موجود بسیار بسیار پیچیده است. ولی تقریبا به طور کل میشود گفت که زیربنای اساسی تمامی هیجانات بعدی، حالا هیجان اولیه یعنی هیجاناتی که جزء اعظمی یا قسمت اعظمی از سیستم روانی ماست، دقیقا همون مبنای فیزیولوژیکی و توانمندی های مغز ماست برای این کار، 5 تاست: شادی، غم، خشم، ترس، شرم. حالا بعد دیگه ببینید، بعد از اینها حسادت، نفرت، احساس گناه، اضطراب، بعد یا مفاهیم بعدی میشود ثانویه. نفرت یه حس ذاتی، هیجان ذاتی نیست، هیجان اولیه نیست. نفرت بر اثر معمولا بر اثر خشمی میآید که بیش از اندازه سرکوب شده. یعنی هیجانات ثانویه تحت تاثیر هیجانات اولیه اصلا باشه، از هیجان اولیه پدید میاد. خب لذا ما هیچ آدمی ذاتاً حسود نیست. خب پس هیچ چیز خانم دکتر، بعضی از آدم ها میبینیم دیگه، بعضی از آدم ها بسیار آرام، مثلا یک نفر دیگه حسادتش بیشتره. خب بچه خب ذاتش برمیگرده. همین است که ما میگیم که ببینید بستگی داره، که حالا ما در بحث های روانشناسی دقیقا میگیم که وقتی با فردی مواجه میشیم که این فرد مثلا بفرمایید شما یه آدم حسوده، یک فردی که احساس گناه به شدت زیاد داره، اونقدر که احساس گناه او رو از انجام دادن هر کاری اصلا خودداری میکنه، یعنی حسادت از احساس گناه. مثال دارم میزنم، هیجان های مختلفی که در آدم ها کم و زیاده. خب مثلا به عنوان مثال ببینید، طفلی که به دنیا میآید
مادامی که تا 3 ماهگی خیلی از به اصطلاح رفتارها از 3 و نیم 4 ماهگی به بعد تازه شروع میکنه و قرار رابطه از طریق یعنی با صداهایی که تولید میکنه و اصطلاحا به اونا میگیم قانقون کردن طفل یا نوزاد نوزاد جلب توجه میکنه بعد که او صدا رو در میاره طرف مقابل بو صدا جواب میده و ادامه پیدا میکنه تا یک زمانی که تبدیل میشه به طفل یک کنیم ساله‌ای که حالا در بعضی از موارد بر اساس باز قضایای ژنتیکی که مربوط به خانواده است اون که در یک کنیم سالگی شروع صحبت کردن راه میره صحبت هم میکنه و بعد پاسخهای خیلی جذاب و شیرین میده اونقدر که دیگه همه خانواده دوری طفل جمع میشن. این از همون ابتدا تا همین الان که یک کنیم ساله چیز به معنی حسادت نداره، اصلا معنی حسادت رو نمیفهمه و هیچگاه حسادت نمیکنه. اگر این طفل در همین فضا به شکل کاملا بهینه‌ای رشد بکنه، وقتی 3 سال هم بشه حسود نخواهد بود، وقتی 5 سال هم بشه حسادت نخواهد کرد، وقتی 7 ساله بشه وارد مکتب هم بشه نسبت به سنفیاش حسادت نخواهد کرد. اما اگر از زمانی که کودک من رو استفاده کرد، شخصیت رو شکل گرفت، واژه من رو استفاده کرد، یعنی برای خودش احساس و مجزایی در نظر گرفت، نوع رفتارهای اطرافیان، ببینید حسادت از کجا ایجاد میشه؟ معمولا زیربنای حسادت تبعیضه. درست. خشم بیش از اندازه ای نسبت به این که ببینید حقوقی دارد فرد که برای اون کاملا اثبات شده است و بارها و بارها و بارها میبینه که این حقوق چی میشه؟ تضییع میشه. حالا این حقوق تضییع میشه توسط کی؟ توسط یک ابرقدرتی. فرض بگیرید در این سیستم برای کودک توسط مادر یا پدر او به کی داده میشود؟ به خواهر یا برادر او. و بعد این احساس میکنه خب ببینید این ایجاد احساس حسادت میکنه، هیجان حسادتی طفل 3 ساله رو اون زمان ما داریم به عبارتی تحریک میکنیم و این احساسی که و زیربنای احساس حسادت چیست؟ خشمیست. خشمیست که این کودک حتی ولو 3 سالشه خب همین حسادت رو انتقال میده. ببینید به انواع و اقسام مختلف در 3 سالگی فقط جیغ میکشید، در 5 سالگی خیلی قشنگ نقشه هایی میکشه طفل 5 ساله برای خواهر یا برادرش که همه کلانترا اصلا انگوش به دهن میمونن. این چه قسم؟ چرا؟ این تمام توانایی مغزیش رو به خاطر به عبارتی غلبه او حس حسادت فقط در راه یه استفاده میکنه که چه قسم به این فرد آسیب بزنه. او فرد خواهر یا برادر اوست، ولی حسادت از کجا آورده؟ حسادت جزو ذاتیات این طفل نبوده. نوع واکنش او و برخوردی که دیگران با او داشتن، هیجانات او رو خشم جزو ذاتی ماست. یعنی ما اگر خشم نداشتیم اصلا انسانیت ما زیر سوال میرفت، کما اینکه خیلی وقتا بعد خشممون رو بروز بدیم. شما گفتید آدمی که همیشه اصلا امکان نداره آدمی باشه که هیچگاه خشمگین نشه. اگه هیچگاه خشمگین نشه انسانیت او زیر سواله. ولی آدمی که خشمگین میشود خشم خود را از درون شناسایی می مالان خشمگینم و دقیقاً وقتی که خشمگین شد اینو مدیریت میکنه. خب الان جایی به لازمه بروز بدم؟ لازم هست بروز بدم؟ تاثیر مثبت داره بروز دادن خشمم؟ آیا به نتیجه خواهم رسید یا نه؟ اگر به نتیجه نخواهم رسید، حالا گزینه بعدی اینکه چجوری از او سود ببرم. بهترین گزینه اینه که راه فرار پیش بگیرم، از این مهلک خود نجات بدم. بهترین گزینه اینه که ایجاد حرفی بزنم ولی کوتاه مختصر به طرف مقابل بگم که حرفی که شما زدید به شدت مرا عصبانی کرد، من ترجیح میدم این مکان رو ترک بکنم. یا اینکه نه، ببینید به بدترین شکل ممکن به نحوی که کلا این رابطه دیگه از بین بره و هر آن چه که توان دارم خشمم به طرف مقابل انتقال بدم. این یعنی اینکه پس اول بشناسم که من خشمگینم، دوم بشینم فکر کنم کنترل کنم که کیفیت مدیریتش چه قسمه است، و سوم چه چیز به چه شکلی بهترین نفع رو خواهم برد. خب الان از بیرون که نگاه میکنیم خب به نظر ساده میرسه، خب ولی بله چون خشم در یک لحظه ایجاد میشه و تمام مراحل شما فهم در یک لحظه بعد ذهن من شکل بگیره، من تصمیم درست رو بگیرم. خب نکته مهم اینجاست که ببینید ما در سیستم عصبی خودمان یک لایه زیرین، حالا در بحث های عصبی خیلی پیچیده من خیلی ساده میگم برای عزیزان ما که دقیقاً متوجه بشن، یه لایه زیرین در بحث مغز داریم و یک لایه بالایی. حالا اگر عزیزان ما بزرگواران که شنیدن میگن نفس حیوانی و نفس انسانی، نفس حیوانی تعبیر ساده است که ما و حیوانات در بسیاری از هیجان ها با هم مشترک هستیم. در همه جانداران وقتی که مثلا فرض کنید شما حریم اونها مورد تجاوز قرار بگیره، در همه حتی مورچه ها این کلونی اونها مورد مثلا حمله قرار بگیره، خب طبیعتاً و بعد واکنششون میدن، یه چیز طبیعی است. ببینید نکته مهم در بحث مدیریت هیجان ایست که یعنی کلا این تمام ورکشاپ ها یا به اصطلاح کورس ها یا موارد مختلفی تبلیغاتی که صورت میگیره که خب بیایید ما شما مدیریت خشم رو یاد میدیم، کنترل خشم رو یاد میدیم، به عنوان یک مهارت بین‌المللی شناخته شده. مدیریت خشم یک مهارت جزو یکی از 10 تا مهارتی که سازمان چی اونو به عبارتی مورد تایید قرار داده، بله اصلا کورس های گذاشته میشه و یک سبک کاملا استاندارد در سطح جهانی است. خب اینکه میگیم که پس این خشم جزو چیست؟ جزو به عبارتی زیربنای ذاتی است. حالا اگر که این خشم بالا میاد در همون لایه ابتدایی مغز
پردازش بشه، طبیعتا همون واکنش نشون میدیم که حیوانات نشون میدن. حیوانات برای دفاع از خود چیکار میکنن؟ حمله میکنن. اما اگر ما معمولا یک تکنیک خیلی ساده داریم، حداقل 5 ثانیه، 5 ثانیه به خودمان اجازه ای رو بدیم که ای از لایه زیرین به لایه بالایی، یعنی از نفس حیوانی ارتقا پیدا کنه به نفس انسانی برسه. زمانی است که من گفتم بشین 2 تا 4 تا کن که خب چه قسم میره مودی این زمانی اتفاق میفته که صبر داشته، یعنی به اون اندازه. اگر دیده باشید عزیزان ما طبیعتا دیدن در فیلم ها مثلا طرف که خیلی عصبانی میشه خودش شروع میکنه به شمارش کردن، طبیعتا این مشاورش بهش گفته نفس عمیق بکش، حالا بگو مثلا 2001 2002. ببینید به محض اینکه 2002 2003 به 2005 که برسه که معادل هر کدوم از این عدد معادل 1 ثانیه است، بعد از 5 ثانیه حالا مغز او توان پردازش دارد. الان اگه گیره بزنی این پس فردا میرسه شکایت میکنه میری به زندان به خاطر 1 ثانیه. 6 ماه مثلا در زندان میافتی به خاطر 1 ثانیه. دستت مثلا میتونستی دستت بالا نبری، میتونستی مشت رو نزنی، که وقتی حداقل او 5 ثانیه یعنی در اون نفس حیوانی نماندی، ارتقا پیدا کرد به قابلیت انسانی شدی و با عنوان یک انسان سود و منفعت خودت رو از نتیجه ای هیجان رو باید، یعنی هیجان که دست من نیست اصلا ایجاد میشه، من اصلا کنترل به اون معنا کنترل نمیتونم بکنم. تنها بحث کنترل کردن چیزی که اول بدونم که چی داره میاد بالا، حالا بگم یه لحظه صبر کن یه لحظه هم طولانی نه، نیم ساعت بعد فکر کن، حتی اکثر 5 ثانیه، 5 ثانیه تعامل کنم. خب این چیکار به چه شکلی رو مدیریت کنم؟ بیرون بریزم به خودم فرار کنم یا فقط به طرف انتقال بدم؟ از دست شما عصبانی هستم، کاری که کردی به شدت مرا ناراحت کرد، بعد برم. یه وقتی هم هست نه، بهترین راهی است که فقط برم. خانم دکتر شما گفتید هیجان خودش ایجاد میشه و من نقش ندارم. خب مثلا برخی از افراد هستن که بسیار کمتر خشم میشن نسبت به برخی از افراد، خب ما کاملا شاهد هستیم و خب این به مرتبه ایجاد هیجان بستگی داره. هرمون ها در بدن یه همه چیز به هورمون ها، ولی به فیزیولوژی برمیگرد. ببینید هیجان سه تا رد داره، یک رد شناختی داره، یه مؤلفه به اصطلاح رد شناختی داره، رد فیزیولوژیکی داره و رد به اصطلاح رفتاری. رد شناختیش از کجا بالا میاد؟ ببینید یک موضوعی به محضی که میشنوم مرا به شدت خشمگین میکنه، شما هیچ واکنشی نسبت به اون ندارید. یک واژه‌ای وقتی یک واژه خاصی رو اگه در مورد ما به کار ببرن، مثلا دوستم دوست صمیمی مرا با یک واژه اسم مرا بگه و بگه فلانی، یک واژه پشت اسم استفاده بکنه، به محض ای که او واژه رو میشنم در حد خیلی زیادی تجربه خشم رو میکنم و ممکنه واکنششون بدم. برای شما بعد اصلا شما تعجب میکنید چرا این همه، چرا این اندازه واکنش نشون میدی؟ پس این ببینید یکی به تجربه های محیطی، دوم همینطور که شما اشاره کردید، پس از کودکان و اطفال از ابتدای بعد از تولد آرام ترن. این دیگه دقیقاً به رد دوم فیزیولوژیک ترشح بعضی از هورمون ها از بعضی از افراد تولید بیشتری داره، یعنی بعضی از آدم ها به اصطلاح ببینید زودتر یا شدیدتر واکنششون میدن، بعضی ها خیلی کمتر یا پایینتر واکنششون میدن. و نوع سوم، بعضی از آدم ها اگر هوش هیجانی بالایی داشته باشن موقع ببینید نشان دادن رفتار، دیدید یک سری آدم ها به شدت مثلا کینه داره ولی در حینی که اون طرف مقابل میبینه لبخندی هم میزنه، درسته؟ خدایا این چطور ممکن است که آدم پدرکشتگی داره با آدم؟ ولی این یعنی چی؟ این داره رفتار خود خود مدیریت میکنه، یعنی اساسا با این نتیجه رسیده که لزومی نداره و خشم الان بفهمم خود چه فایده ای داره، من که نقشم رو دارم، من که به اصطلاح عامیانه خودمان بعدن بلای خودمان رو سری خواهم آورد، چه لزومی دارن؟ خیلی راحت صمیمانه دوستانه لبخند. ولی بعضی از آدم‌ها که این مدیریت را بلد نیستن خیلی راحت در عرض چند ثانیه شما با نگاه کردن به چهره اون فهم میگه ایدم این ساعت است که این آدم بلند شد و مثلا این چیزی در فرق سری آدم بکوبه. یعنی چی؟ یعنی که دقیقا داره مؤلفه رفتاری رو نشان میده و معمولا این کار میکنیم که خیلی از ماها به محض درک هیجان واکنش رفتاری نشان میدی. درسته. باز این مسئله مدیریت که شما فرمودید یک چیزیست که خب کاملا به آموزش و یادگیری محیط زندگی بستگی داره. امی حرفیست که برخ از افراد میزنن میگن ما مثلا از قیاجات وقتی ما مردم شهر یک رقم دیگه برخورد میکنن، خب احتمالا چیزیست که یاد گرفتنیست. بله. اگر اجازه بدین خانم دکتر یک میان برنامه دیگه هم تشکر. بینندگان عزیز و محترم بعد از میان برنامه برمیگردیم. Oh.
خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه زنده روشناس تلویزیون جهانی هادی و همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی. خانم دکتر عزیز، یک سوال که بیننده محترم از شما داشتن اجازه بدین که من پرسان بکنم. شماره تماس پی شماره مثبت 98 و سه شماره آخر 381. با سلام خدمت موجب کارشناس محترم برنامه روشنا، من یک طفل 9 ساله دارم، یک بچه 9 ساله دارم، بسیار باهوش است و در مضامین درسی از تمام همسنفیاش پیش است، ولی تنها مشکلی که دارد این است که بدقار و بدماش است و با تمام همسنفیاش همیشه در حال جنگ است و بر سر کوچکترین مسئله قار میکند، اگر نتواند لتو کوب کند هم گریان میشود و همیشه هم از همسنفیاش شکایت دارد که مرا چنین و چنان میکنند و توقع دارد که من به سر صنف برم و با آنها برخورد کنم. چی کنم؟ بله، خیلی هم خوب. خشم رو چگونه انتقال بدهیم؟ نکته اول است که ما خشم رو کی احساس میکنیم؟ زمانی که تصور و برداشت ما باشه که چیزی حق ماست، حق ماست و حق ما از ما گرفته شده است و من ناتوان هستم دیگه رو بگیرم و کسی به اصطلاح زورمندتر و قلدرتر و بدماشتر از من بوده آمده و ایره به زور و حالان که همچنان حقم است. یعنی این احساس حقانیت و احساسی که تملک و نکته ایست که خیلی وقتها خیلی مثلا همین که ببینید ما حتی در بحث‌های خیلی پیچیده در روان درمانی مطرح می‌کنیم، یکی از اشکالات جدی برای آدم‌هایی که دچار اضطراب‌های خیلی شدید میشن ایست که مثلا این آدم یک باور ثابت داره مبنی بر این که همه آدم‌ها باید مرا درک کنن، همه آدم‌ها باید مرا بپذیرن و این میزان خشمی که دقیقاً به خاطر همین باور است، یعنی باور یک قسمت اعظمی از تفکراتی آدم رو شکل داده که این آدم به محض اینکه با کوچکترین اختلاف نظری مواجه میشه به شدت خشم رو همین مسئله شناخت که شما فرمودید. نکته ایست که ببینید اگر طفل ما باهوش است، باهوش است نسبت به مؤلفه‌های مکتب، هر آنچه را که میگیرد به بهترین شکل ممکن. خب پس بنابراین در چهارچوب ذهنی کودک من یک چی محسوب میشود؟ یک وظیفه. حالا در کنار او آیا در کنار وظیفه تحصیلی به عنوان یک انسان وظیفه برقراری رابطه با دیگران هم به همین اندازه برای او واضح هست؟ نه. یه طفل مثلا الزامی به کار نمیبینه به خاطر چه بسا به خاطر اینکه چون درسش بهتر است هم تصور شده که ببینید به اندازه کافی توجه دریافت میکند، به اندازه کافی تشویق میشه، فلزا اشباه شده نیازی نمیبینه، اصلا فکر نمیکند که ضروره، یعنی برای داشتن یک زندگی ایدئال ولو که ایالان که 25 ساله نیست، یک طفل 9 ساله است، ولی که پیش خودش به حساب یک دقیقاً همو درک همو آگاهی که در ذهن خودش داره ببینید میگه هیچ کدامشان نمیفهمن، هیچ کدام اینا لیاقت مرا ندارن، همه اینا بی سواد هستن، همه اینا فلان هستن و بعد احساس میکنه که همو حق ایست که اینها با ما کنار بیاین، اینها خودشان را با ما عیار کنن، اینها حرف مرا بفهمن، اینها مرا دوست داشته باشن، من الزامی ندارم. چرا؟ به خاطر که ببینید به اندازه کافی، یعنی ما همیشه مطرح میکنیم که اساسا یادتان هست علی عزیزان ما که بحثی ما داشتیم در مورد هستی در مورد دنیا، یکی از ویژگی های دنیا ایست که هیچ اصلی در دنیا ثابت و مانا نیست، همیشه نیست اساسا. پس ببینید به هم وقتی که IQ بالاست یعنی کاملا برای بچه مفاهیم قابل فهمه، منتها نیازی در وجود خودش احساس نکرده که به همون اندازه که درس خواندن و در مکتب نمره اول بودن ضرورت است و امتیاز است و فضیلت است، به همون اندازه برقراری رابطه با دوست ولو اینکه در یک سنف یک نفر دوست داشته باشه، همون یکی هم کفایته. یعنی به میزان خیلی قابل توجه خشمی طفل پایین خواهد آمد، میزان دعواهای او چرا؟ چون ببینید الان احساس میکنه که با این رابطه صمیم با او را نیازه خب بنابراین چون این نیازه در خودش احساس نمیکنه و از طرفی اون ذهنیتی که داره مؤلفه شناختی در وجود این آدم ایست که من خب به همه چیز رو دارم دیگه، من الان هم به لحاظ صنفی بهتر هستم، مثلا فرض کنید طفلی است که از لحاظ قد و قامتی مثلا متناسب با سن خودش است، از لحاظ زیبایی و زیبایی هایی رو که لازم هست نمیگم خیلی مثلا، و از لحاظ توانمندی مثلا فرض کنید حالا اگر این بچه یک جایی یک ضعفی داشته باشه خودش تلاش میکنه که بره، ولی این بچه مثلا به لحاظ اقتصادی جایگاه خوبی داره، خانوادش به لحاظ اجتماعی مثلا تعریف شده است، به لحاظ جسمانی کاملا پذیرفته شده است و به لحاظ قد و قیافه همه، از طرفی هم اول نمره صنف است، از طرفی هم بسیار باهوش است، تمام تمرکز این توجهات در او باعث شده که احساس نیاز رو نکنه و او
ببینید دقیقاً کی خشمگین میشه؟ وقتی که فکر، چون فکر میکنه همه باید خودشان را با او عیار کنن، الان احساس میکنه او حق تراز بودن آدم ها با او گرفته شده. چرا اینا من نمیفهمن؟ چرا اینا متوجه گپ من نمیشن؟ چرا اینا با من خود چرا با اینا با من کنار نمیآین؟ چرا هر تعجب میکنه چون حق خود میبینه که دیگه افراد این رفتارا داره براش عجیب به نظر میاد. لذا ببینید بهترین گزینه این مفاهیم اصولا از خانواده ناشی میشود. این نوع تعامل. ببینید متاسفانه وقتی در جامعه فعلی ما اکثر غیر به اتفاق خانواده ها از همون اول تمام تمرکزشان ایست که ببینید چه بچه باهوشی داره. بله. خب هوش آی کیو چیست؟ ذاتی هستش. اصلا انتخاب خودش نبود. درست. اما چه بچه مهربانی داره. بچه چقدر خوب با کوچکترهاش کنار میاد. چقدر بچه نظم دیگه ذاتی نیست. چه بچه منظمی دارم، چه بچه مؤدبی دارم، چه بچه مهربانی دارم، چه بچه خوشبرخوردی دارم، چقدر بچه احساساتش رو خوب بروز میده. اگر اینها رو همزمان با اینکه باهوش بودن و کلمات و واژه ها رو زود میگیره، زود تحویل میده، اینا همه تاکید بر حافظه و توانایی های ذاتی خود فرد است. اگر یاد بگیریم در خانواده، به قول معروف توصیه و سفارش اکید ماست به خانواده ها، به خانواده هایی که سنین اطفالی دارن که هنوز به مکتب نه، چون مکتب بس رقابت و همون دیگه متاسفانه وارد فاز بهترین ها و برترین ها میشن و او تصور برتری وقتی در فرد شکل گرفت متاسفانه دیگه و ادامه هم پیدا میکنه و کلان که شوا با زندگی مردم محجوریت و این به انزوای او بیشتر میشه و خشمش هم متناسب با او. به بچه هایمون یاد بدیم که فقط صرف او هوشیاری، یعنی اصلا کلن یاد بدیم، یعنی دقیقا نوع رابطه ما با اطفال ما قسم باشه، روی توانمندی هایی که خودش برای اونها تلاش میکنه تاکید بکنه و او رو با اونها بهش دیگران بشناسانیم. تشویق ما، تحسین و مؤدب بودن، یعنی چه جوری بعد دیگه افراد بگیم اینم بچه از من بسیار مؤدب است، اصرار بیش از اندازه دارم که باشیم خیلی باهوش است. این قسم کلمات رو یاد گرفته، مثلا 30 تا سوره قرآن حفظ است، همه کشورها و پایتخت ها این همه حافظه است. آفرین، بسیار خوب است. ولی در کنارش بچه بسیار مهربان است، همیشه پدر کردنش احترام میذاره، همیشه مثلا خواهر کوچکترش کمک میکنه، بچه هیچ وقت خواهر کوچکترش نزده، حتی اگر حق با او باشه. ببینید اینها یعنی دیگه خودش داره تلاش میکنه، بچه این خصوصیات اخلاقی رو هم داره و بعد امتیاز برای او مهم جلوه میکنه. وقتی که عزت نفس او قرین شد با روابط خوب، با مهربان بودن، با مؤدب بودن، حالا برای حفظ ای امتیازات تلاش میکنه. ولی وقتی من از اول به بچه‌م گفتم برترین امتیاز تو ایست که چی؟ باهوشی، خوب گپ میزنی، خوب یاد میگیری، خوب نمره میگیری، کامیاب میشی، اول نمره هستی. خب وقتی از همین لحاظ احساس تامین بودن میکنه، چرا لازم هست که خودش با خودش سختی بده، زحمت بکشه و یاد بگیره؟ طبیعتاً هست. بسیار تشکر. سلامت باشی. تخمتم است. خب پس ببینید ما هیجانات رو تعریف کردیم. 5 تا هیجانات اصلی رو گفتیم. حالا ببینید همون قسمت اولی هم که من خدمت شما عرض کردم در مورد اون سوال، خیلی مهم است که همین 5 تا رو کامل بشناسیم. و مهم است که هم خودمون خوام بیانیم، من به عنوان یک والد، من به عنوان یک مربی، من به عنوان یک آدم موفق، اول خودم خیلی از مسائلی که در فرهنگ ما اصلا نهادینه شده، ببینید شادی رو درک کردن و شادی رو ابراز کردن هیچ حیایی نداره، هیچ اصلا هیچ ممانعتی برای اون نیست. ولی در بسیاری از موارد خصوصا در بحث‌های جنسیتی در فرهنگ ما این قسمت است که ما اساسا بروز شادی رو در دیگران سرکوب کردیم. اگه دختر من مثلا در 9 سالگی تا 10 سالگی خندیده با صدای بلند، دخترها که بلند نمیخندن، اصلا دخترها که خنده نمیکنن. اگر پسر من در سن مثلا 10 سالگی برای یک چیزی شروع کرد به گریه کردن، مردا که گریه نمیکنن. چرا؟ مگه مردا نمیترسن؟ مگه مردا احساس خشم نمیکنن؟ مگه مردا غمگین نمیشن؟ خب اگر چه بترسیم چه خب اینا غم نیست خانم دکتر، که برخ از جنسیت ها باید که یک سری اخلاقیات و یک سری از این هیجان ها درشون نمود بیشتر داره، برخ دیگه نداره. خب مثلا ما فیزیولوژیک رو قبلا بحث کردیم. این وقتی شادی جزء سرشت ما است، یعنی جزء ذات ما هست دیگه. حالا فرهنگ ما میگه که زن ها این قسمی اگر بگه نکنن، ببینید خانم بیانی، و حالا که ما مبنای دینی هم نداریم برای خیلی، اگر بگه اصلا شادی نکنن که امکان نداره، ولی اگر بگه بهتر است این قسم شادی را ابراز کنه، او رو بچه میاد. ولی ببینید وقتی به دختر میگیم نخند، دخترها که نمیخندن، یعنی دقیقا داریم هیجان رو سرکوب میکنم. یعنی چی نخند؟ بخند بچه، منتها آرامتر بخند. مثلا فرض کن در خیابان نخند، در خانه یک فضایی رو برای شادی کردن برای دختر نوجوان 14 ساله اگر باز نکنم، اگر هیچ وقت نخنده ولو با صدای بلند، پس این هیجان نیاز شدید به خندیدن رو کجا تخلیه کنه؟
اصلا این جزء فیزیولوژیک بدن ماست. هیجان قسمتی از سیستم عصبی ماست. اگر من شادی رو بروز ندم، اگر من شادی رو دریافت نکنم، اگر به اندازه کافی شادی رو ابراز نکنم به دیگران، این نیاز درونیم رو کجا تا؟ خب طبیعتاً همون حقی است که دارم و از من گرفته شده. شادی تبدیل به جای اینکه شادی رو بروز بدم، خشم در وجود خودم هم باشته میکنه. خشم ممکن تبدیل به حسادت شود، تبدیل به افسردگی شود، خیلی چیزا متاسفانه تبدیل به نفرت بشود، تبدیل به اگر زور، ببینید بعضی از آدم ها به خاطر هم خصلت ها، اونایی که زورشان میرسد ابراز نفرت و تنفر میکنه، اونایی که زورش نمیرسه افسردگی، احساس غم، احساس ناتوانی، احساس عزت نفس پایین. خانم دکتر، در حدود کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. من میخوام که در مورد بچه هم صحبت بکنید، چون معمولا این حس گریه کردن و احساس غم در بچه ها بسیار سرکوب میشه. چه نتیجه ممکن داشته باشن؟ خیلی، ببینید ما الان در مهد کودک های یک استاندارد بین المللی، خیلی البته مدت هاست که استفاده میشه، ولی شاید واقعا نمیدارم که چه میزان استفاده میشه، یک به اصطلاح پکیج هایی هست، حالا به شکل خرس هست و مثلا چی، بعد مثلا یک خرس رو یک نیم دایره قسمی میکشن، میگه این خرس چیست؟ میگه این خرس شادمان است. چه احساسی داره؟ شادی. بعد بچه‌ها میگن که، یعنی حتی گاهی وقتا ممکنه بچه‌ی ما تفاوت بین ترس و غم و خشم رو نفهمه. در مهد کودک های استاندارد جهان یاد میدن که به بچه خشم ایست، هر وقت این احساسو داری حالت دیگه قسمی است. بعد به بچه میگن اگر نفهم، اگر نتوانستی، مثلا وقتی من خشم گیرم ممکن است شدت خشم حرف نتوانم بزنم، به بچه میگن با انگشتو بذار روی خرس به من بگو که من خشم گیرم، انگشتو بذار روی خرس به من بگو من ترسیدم، انگشتو بذار روی خرسی که غمگینه به من بگو من ناراحت هستم. یعنی چی؟ یعنی یک قسمت اینو درک کنیم که بچه‌ها خیلی از مفاهیم، مثلا بچه‌ی زیر 3 سال ممکن است، بچه‌ی 3 سال تا حتی 4 سال ممکن است نفهمه که چه خشمی داره، چه هیجانی رو تجربه میکنه. وظیفه ما این هست که سوال بپرسم. خب حتی ببینید تجربه کنم، اگه مثلا طرف وقتی که فرد احساس هیجان ترس داره، نیاز به آغوش داره بشه، یعنی اصلی ترین چیزی که میخواد اینه که بغل بگیره بگه مادر جان من هستم، نترس. ولی اگر همین بچه الان خشمگین باشه، خود ای بغل کردن اون رو آسی به شدت دستای مادر پس میزنه، باز جیغ میکشه، خب خیلی مستقیم به مادر میگه من نترسیدم، او چیزی که الان مرا به این سر حد رسانده که دارم جیغ میزنم خرس نیست، خشمه. خشم نیاز به چی داره؟ خشم نیاز به آرامش داره. خب باش اجازه بدید 10 دقیقه 5 دقیقه البته زیاده، 1 دقیقه 2 دقیقه، این بچه الان همین که جیغ میزنه خیلی راحت، بچه‌ها خیلی حسن بزرگی دارن، به راحتی میتونن بذارید جیغ بکشه، بگذارید گریه بکنه. ببینید گریه کردن، نکن گریه، چرا گریه؟ چپ، هیچی نگو، چپ. خب این سرکوب میشه، چرا هیچی نگه؟ یعنی نمیتونه اصلا بگه، یعنی حتی ممکنه بچه نفهمه که الان خشمگینه یا ترس یا ترسیدی یا غمناکه، که بگذاری تمام که شد سر آرامش بچیم چی شد؟ حالا توضیح میده که در طبقه پایین رفته بودم به خانه مادر کلانم، مادر کلان مثلا زن کاکایم اومده بود، بچه کاکایم اومده بود، مادر کلانم درو بروی زن کاکایم گفت که فلانی قدش کوتاست، فلانی مثلا چهرهش فلان است و این بچه خشم میبینه. خب ابراز هم نکرده ها، به مادر کلانش هم نگفته، این تمام و حالا که از پله ها هر قدمی که هر قدمی که می اومده افسوش میدم من نسبت به بچه کوکای می قسمی هستم فلان فلان، تا رسیده به مادر شروع کرد به جیغ کشیدن. درسته خانم دکتر، بسیار بسیار تشکر از شما، بسیار استفاده کردم. متاسفانه چی کنیم که وقت برنامه بسیار کم است، ان شاءالله که باز در هفته های آینده در خدمت شما خواهیم بود و مفصل تر دوستم در این زمینه صحبت بکنیم ان شاءالله. و همچنان از شما بیننده های عزیز و محترم هم تشکر می کنم که همراه ما بودید. شماره تماس برنامه رو فراموش نکنید و هر زمان که بخواید در 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق این شماره تماس، از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید. ذکر کنید برنامه روشانا، کارشناس محترم خانم دکتر رضایی، و سوال خودتان را پرسان بکنید. به همراهی کارشناس محترم از حضور شما مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.